در نخستین سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آزمایش موشک‌ها در کره شمالی را سخت تنقید کرد و رهبری آن را فردی نامید که در دست موشک برای خودکشی می‌رود. ایالات متحده آمریکا قدرت عظیم و صبوری دارد، اما اگر او را به حمایت از خود و متحدانش مجبور کنند، علاج بغیر از محو کاملی کره شمالی ندارد. مرد با موشک برای کشتن خود و رژیمش می رود. آمریکا برای مقابله به این آماده، مایل و قادر است، اما امیدواریم چنین ضرورت پیش نآید. ما سازمان ملل را برای همین لازم داریم. ببینیم که کره شمالی چی کار می کند. فرصت آن است که کره شمالی بفهمد که دست کشیدن از سلاح اتمی یگانه آینده قابل قبول برای آنهاست. در این روز که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم نطق ایراد کرد و بیشتر از پیامدهای بدی تغییر اقلیم و امکانات برای رشد اقتصادی سخن گفت. امام علی رحمان دیگر بار تاکید کرد که تاجیکستان همه ساله رنج تغییر اقلیم را میکشد. همه ساله در کشور آفات‌های گوناگون طبیعی از جمله وابسته به آب رو میدهند که به اقتصاد ملی به مبلغ 100 میلیون دلار ضرر رسانیده، سببگار تلفات جانی میگردند. با گفته رئیس جمهوری تاجیکستان، در 30 سال اخیر در کشور در نتیجه گرمایش کره زمین هزار پریخ خرد و بزرگ آب شده کاملا از بین رفتند. در ادامه بحث های مجمع عمومی سازمان ملل، شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان منبر را گرفت و گفت تقویت همکاری ها با همسایه ها در آسیای مرکزی از اولویت سیاسی خارجی کشورش است. ازبکستان که در قلب آسیای مرکزی جایگیر است، منفعت دار است که منطقه جای امن با رشد منظم و حسن همجواری باشد. آسیای مرکزی با رشد اقتصادی هدف مهمترین و کلیدی ماست. بعدی در گذشته اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشینی ازبکستان در سال 2016 تاشکند مناسبت با کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان را بهتر کرد. در مجمع عمومی سازمان ملل که قرار است تا 25 سپتامبر ادامه کند، رهبران دیگر کشورهای آسیای مرکزی هم سخنرانی میکنند. شکران، شیشه، مرسی، سپاسیبا، گراسیوس، بنیاجا.